حمله های اسرائیل در سراسر نوار غزه تشدید شد با آنکه نخست وزیر آن کشور گفته به مراحل آخر عملیات رسیده. سه‌شنبه حملاتی در مناطق مختلف نوار غزه انجام شد. وزارت بهداشت در نوار غزه گفته شمار تلفات نزدیک به 38,000 نفر است. در این بین برخی از مقام های جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه اسرائیل را تکرار کردند. گیتا آریان و جزئیات بیشتر. روز سه‌شنبه پرده از دود سیاه سراسر نوار غزه را در بر گرفت. دود ناشی از حمله های اسرائیل به شهر خان یونس، شجاعیه و شهر غزه بودند. دوشنبه اسرائیل دستور تخلیه بخش‌هایی از خان یونس را داده بود، زیرا اهدافش انبار مهمات و مراکز عملیاتی جهاد اسلامی بود که از آنجا با راکت به اسرائیل حمله کرده بود. اسرائیل گفته بود که در مراحل آخر عملیات نظامی خود در نوار غزه است. ما داریم به سمت مرحله نهایی از بین بردن حماس تروریست جلو میریم. حمله برای از بین بردن بقیه اونها ادامه خواهد داشت. اما حتی آمریکا نتوانست جلوی نتانیاهو را بگیرد. البته ما داریم به مرحله بعد نگاه میکنیم، اما اون چه مهمه اینه که اسرائیل در مورد کاهش عملیات به طور قابل توجهی حرف زده. باید دید. بلینکن به تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران که اگر اسرائیل به حزب الله حمله کند به دفاع از آن وارد خواهد شد نیز شک دارد. گمان نمی کنم ایران جنگ بخواد. یک دلیل اینه که نمی خواد حزب الله از بین بره و بتونه اگر وارد جنگ مستقیم با ایران بشه اونو به عنوان یک اهرم نگه داره. کمال خرازی که اکنون مشاور ارشد علی خامنه ایست به روزنامه فاینانشال تایمز گفته جمهوری اسلامی از تمامی توانایی خود برای دفاع از حزب الله استفاده خواهد کرد. نشریه اسرائیلی واینت گزارش داده که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مقادیر قابل توجهی سلاح برای حزب الله ارسال کرده است. علی حاجی زاده رئیس نیروی هوافضای سپاه پاسداران هم در دیداری با خانواده‌های فلسطینیان در غزه در ایران گفته جمهوری اسلامی در انتظار فرصتی برای حمله مستقیم به اسرائیل است. گیتا آریان، صدای آمریکا.